من می ترسیدم که این اتفاق بیفته و افتاد. روزنامه نیویورک تایمز نامه کمیسیون نیروی اتمی و جواب دکتر اوپنهایمر رو منتشر کرد. این نامه ها به وسیله وکلای دکتر اوپنهایمر منتشر شد تا تحریکات ضد اوپنهایمر رو خونسا کرده باشه. حالا قضیه دکتر اوپنهایمر در آمریکا تیتر همه روزنامه ها و نقل همه مجالس. من اولین فیلم رم رو سال 1338 کار کردم. یه فیلمی است که من خودم ندیدم، هیچ کسی دیگه ندید، پهلودم ندید، دکتر فرغم ندید. یک روز دکتر فرغم کار داشت و من زنگ زد. من چه سالی بودی؟ 38-39 رفتم اونجا تو اتاقش، دم یه جوونه مثلا اون موقع 25-26 ساله خارجی سندلیس پاشو بوده رو میز. اصلا من تعجب کردم چون دکتر فرو خیلی وادی آداب بود. کارش به من گفته و من بادم بیرون. با زنگ زد من هاست گفت ایشون کارگردانم. خب گفت ایشون شما رو انتخاب کردن برای نقش. گفت چه نقش؟ گفت یکی از آثار هدایت رو ایشون رو فیلم کنن. باشه چی کدومه؟ من تمام آثار هدایت خوندم ولی الان حضور نه کدوم برنامه شه. گفت بنبست هدایت. بنبست هرچی فکر کردم یادم نیفته. بعد خودش که توضیح داد دکتر فروغ ترجمه کرد داره من. من بله بله فهمیدم کدوم. میگیرم باز میخورم چشم. گفت میدونید کیا دیگه توش بازی میکنن؟ گفتم والله نه. گفت اوسعی میگه استادم رفیع حالتی قرار بازی کنه چون فرانسه خوب میدونه، این پسرم فرانسه میدونه، اونو انتخاب کرده و دوست اون که تصادف کرد فوت شد رفت قبل از اجرا، جمشید صدر امینی. من اونجا دو تا نقش بازی میکردم، هم جوانیای خودم رو بازی میکردم هم جوانیای به اصطلاح اون آقای حالتی که الان که پیر شده و اون دوستم که تصادف کرد ما. بعد فهمیدیم که این نمایش این فیلم رو اصلا از طریق اشرف دربار گفته بودن و آقای پرودم سپرده بود به دکتر فروغ و ما اصلا تا حالا فیلم کار نکردم، نمیدونستیم چی هست. تا اینکه بعد از روز دوم سوم بود دیدم که آقای جهامت گفت قرارداد بستیم. قرارداد چی؟ گویان چی؟ حالتی هم نبسته. فکرش بکنم با آقای حالتی سوال کرده گفت قرارداد چی؟ برم تو اتن تالا فیلم بازی نکرده بود. قرارداد چی؟ میگه با یه کسی قرارداد ببنده. در هر صورت اومد مجبور کرد 2000 تومن قرارداد بس با آقای حالتی، 1000 تومن با من، 500 تومن با جمشید صدر امینی. تا اینکه فیلم تقریبا داشت تموم شد یه صحنه داشت آخرش که گویا آقای حالتی یه بساط تریاک میکشید. این به گوش پرواز رسیده بود و پرواز به دکتر فروغ گفته بود و دکتر فروغ به من گفته بود که خونه آقای حالتی میدونه کجاست. گفتم تهران میدونم کجاست، سرچشمه هست پشت همینجا که الان بعدها حزب جمهوری اسلامی شد و
ولی تابستون معمولا اینجا نیست. تابستون معمولا میره گلاب دره. یک بارم من رفتیم با ماشین رسوندیمش. ولی دیگه نمیدونم کدوم در اونو هیچ. گفت دستور بهلوده که حتما هر طور شده بگیم پیدا کنن ادامه این صحنه رو. گرم بود. من برشتم رفتم اونجا به حوزت آسین از هر کی بزدم حاج آرته رو میشنسیم همه میشتاختنش بر 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 سر اونجا هم که اون موقع همش دره بود و دره رو بالاخره چهار پنج تا پسر بچه بود گفتم منزل حاج آرته میدونی اونجا اومدن آره 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 و ذوق کنون اومدن و من هی در زدم این بچه ها شروع کردن من خودم صده به حالتی رو دیگه میشنستم یه داد کشید فوش رو کشید به جون این بچه ها فعل کنین چی میخواین از اینجا من چیزی چی کار کنم وایستم اومد به منم یه چیزی میگه باز یه طرف کواش زدم بچه ها رفته بوده ترس دار رفت خانمش خانمش من خودم معرفی کردم بوده من طرف اداره هنر درآمدی یه آقای دکتر فرو اومدم پیامی داشتم از طریق آقای پهلود پهلود با اینم کارد و پنیر بود به دلیلی که از این خواسته بود یه مجسم از شاه سازه نزاده بود بنابراین حقوق سال 1312 رو هنوز میگرفت کارمند اینجا بود ولی حقوق 1312 میگرفت نمیم چقدر میگرفت حالا من صدا شنیدم خانش گفت نه منزل نیستم بیا باشه بیان بشون اون در صورت من میبخشید این وقت روز مزم تو شده اومدم و دیگه نگفتم من صداشو شنیدم اومدم رفتم نبودن و گفتم این پیغام میرسونم گویا همون شب رفته بود صحنه رو تمام کردم به خاطر مخالفت با بر بود و اون آدمم به همین دلیل گفتم این فیلم رو نه من دیدم نه کسی همون شب از طریق دربار فیلم رو برداشته بود رفته نه به با پولی دادن، نه قرار دادن، یه چیز همه اینجا رفت، تموم شد رفت. همین دلیل اولین فیلمی که من بازی کردم، داستانش به این صورت خط شد. دومین فیلم من تهیه کننده بودم. ابوالحسن داودی رو خوب میشناسیشون. ابوالحسن داودی بچه بسیار باشعور و خوب و خانواده دار و اینا. من خیلی خوشم میمد ازش. یه روز اومد گفت من دوست دارم کار نمایش تلویزیونی بکنم ولی چی حاضری سو من کار کنه؟ گفتم خب متنی داری؟ گریشتی نوشتم و میرم گردش دیدم چقدر لطیف و زیباست به نام پسر بچه و مداد باکن مربوط میشد به بچه ها اینا من رفتم بردم بالا تو دفتر فیلم و سریال درس های مجوزش رو گرفتم و شروع کردم کار کردم واسه این خب چون باش با این مخالف بودن چون تو گروه کارگردانی فیلم بود و اصولا کارگردانی تلویزیونی مثل کارد و پنیر بودن با هم اول به اینا میگفتیم کارگردان فنی اینا عصبانی که مگه ما آچار پیشگوشی دستمونه به ما میگیر فنی اینا این کارگردان فنی هم از زمان ثابت مونده بود بالاخره تبدیل شد به کارگردان تلویزیون هیچی بالاخره هیچ کی حاضر نشد کار کنه من خانم دولت شده رو راضی کردم بخور استودیو ما نمیدیدن یعنی حتی ده ماه انگیرم دمش رو دیده بودن استودیو ما نمیدیدن من گفتم تو مذهبان گود عربه خوبه اون زمین جایی که الان تمام برنامه خارج برد میشه گفت من بودم میبرم اونجا تو راهی اونجا زب بگنم پنج شمه جمعه که هیچ کسی نیست تنظیمش کردیم خلاصه دم بچه هارم دیدیم با بردیم اونجا اینو ضبط کردیم وقتی که نشون دادن خیلی با استقبال رو روش یه روز پنجشنبه بود من رفتم تلویزیون یه کاری داشتم برگشتم بودم میام با این تو محوطه من دید گفت کجا رو بیری؟ من دارم میرم خونه گفت کاری که نداری گفت نگم بریم بالا بالا شدیم چهار میرچی رفتیم بالا رفتیم بالا دیدم توی یه دونه از این آمفی‌تئاترهای گنده همه هستن جمع جمع آقای حالتی بود همین بهمن فارسی و همه اینا اونجا نشسته بودن ما نشسته بودیم با آقای حالتی صحبت میکردیم با بهمن فارسی با چند دیگه دوستان صحبت میکردیم اینا فیلم گرفتن از ما بعد خودشون صدا داشتن روش
این بازی من در دایره مینا این بود که اونجا همه بحث در این بود که اینایی که میرن خون میدن خونهایشون ناپاک و اینها رو حرفای ما هر چی دلشون میخواست گذاشته بودن دیگه در اصل همه تون نشستیم باید چرت و پرت میگیم خب بقیه هم آدم هست منظورتون اینه که نه جانم نه جانم من که از اول این بخش رو چه نیتی ساخته شده آن کی پیشنهادش رو داده؟ هر کی داده داره. یار دارین آقا. این آقای دکترم خیال میکنه که فقط اجازه بدین اجازه بدین آقای دکتر خاطرتون هست اون روز از کی بود؟ شلو داشت. شلو داشت. اجازه بده بابا. به خدا من بودم که این پیشنهاد رو دادم. 12 سال تو زیر زمین نمناک مریضامو خوابوندم. دیگه خسته شدم آقا. دکتر من بارها بهتون گفتم بیاین اینکه بشینین حرفاتونو بزنین. آقای دکتر میبینین باز فرید اجازه بدید شما همتون دکترین. همتون خیلی خوب میدونین که بیمارای بخش عفونی بیشتر از همه به آفتاب احتیاج دارن. خب دارن که دارن. مگه مریضای من ندارن؟ فکر میکنین من میخوام برم اونجا پاهامو دراز کنم و استراحت کنم؟ همتون میدونین که من تو خونه یه آفتاب کافی خوبی دارم. ای بابا این حرف. آقای دکتر بازره راجع به ویلاهای خودش حرف. آقا جون ما که نیومدیم اینجا به هم دیگه پوز خودمون رو بدیم که شما تعریف آفتاب کجا؟ آقا جون شما همتون به کلی اصلا از مرحله پرتین. مسائل اساسی رو گذاشتین کنار. سر یه ساختمون خودی دارین جر و بس میکنین. چه جر و بسی دکتر جون؟ ما داریم همین دیروز یه مریض دیگه به علت تزریق خونه آلوده این یارو مرتیک سامری یه رقان گرفته و رو به مرگه. خبر دارین یا نه؟ باز این های دکتر صفحه شد. بله واسه اینکه یه مش پدر سوخته یه گردن کنفت. یواشت آقا یواشتر. چی رو یواشتر دکتر جون؟ خب داریم حرف میزنیم دیگه. اینا رو عوض میگم بعد مصرف. حالا خون سالم لاغر بهمون بده. اتفاقا منم همین نظر رو دارم. اجازه بده دکتر. اجازه بده خواهش میکنم. من دارم همون صحبت خود تو رو میکنم. حرف تو رو میزنم. فقط میگم باید از نظر علمی ثابت بشه که این خون آلوده است. چی باید ثابت بشه؟ چی ثابت بشه؟ برو تستای ترانزامیناز و بیلی روبین خون یه نگاهی بهش بکن. بابا جون میگم یارو گرگان گرفته داره میمیره. چرا حالیتون نیست؟ تا حالا شده یه دفعه یه شیشه از این خونه که سامری میده آزمایش بشه تا ببینیم توش چی هست؟ نه چرا؟ واسه اینکه آزمایشگاه میخواد تشکیلات میخواد تازه تاریخایی رو که رو شیشه‌اش میذاره همش قلابیه هم خون آلوده میده هم تاریخش گذشته چی داری میگی جان من؟ عشق دارم توجه بفرمایید خوشت میاد عشق دارم توجه بفرمایید آخه مگه ممکنه؟ اجازه بدین به نظر من مطلب سر این نیست که خون این آقا به درد بخوره یا نه حقیقت مطلب اینه که 800 نفر شیره‌ای دارن خون این مملکت رو تامین میکنن حالا ما میایم از سامری خون نمیگیریم خیلی خب شما فکر میکنی آزمایشگاه دیگه از کیا خون میگیرن از من و شما که نمیگیرن از همون شیره یا میگیرن خب واسه همینم هست که من میگم بیام خودمون یه آزمایشگاه خون را بندازیم به همین آسونی بله به همین آسونی دکتر جون خون دهندش از کجا بیاریم از خودمون من شما ایشون یه آزمایشگاه کوچیک میخواد با یه وسایل خیلی ساده آدمایی که تحت شرایط سالم زیر نظر خودمون خونشون اهدا بکنن خب آقای دکتر راست میگن دیگه چی رو راست میگن مگه میشه مگه اینطور نیست آقای دکتر رحیمی آقای دکتر رحیمی ساعت خواب چی؟ یک گروه سیاسی بود دیگه های ارجمند به من یه سفارش داد که اون موقع بود که خیلی شلوغ بود تازه افغانستان شروع شده روسا حمله کرده بودن اینا به دنبال اون از من خواستن که بیام 8 کشور رو انتخاب کنم خودشون انتخاب کردن گفتم خب ما اصلا هیچ راجع به اینا نمی‌دونیم بنابراین ما به محقق نیاز داریم تصویب کردن هر بر روی 5000 تومان به محقق بدن برن راجع به این افراد این قسمت‌ها متن زیاد در اختیار داشتیم ولی لازمه خیلی کشورها هیچی ما در دست نداشتیم با دیگر نفر میرفت اونجا میگشت ببین چی بوده در صورت راجع به شیلی و اینا 8 از اینا میساختیم دو هر وقت میساختیم اینا تحویل میدادیم اونو ساختیم کار لطیف خوبی شده بود تو این سری خب مسلمان همش حرف داشت من اینا رو هر دوستان میدهبیر آقای ارجمند تا اینکه یه روز صبح شنبه بود من از همه جا بی خبر اومدم تلویزیون دم زنجیر گفتن برو بالا که دستبند آماده ده چی؟ برو بالا میفهمی باید چی اومدم بالا نمیدونم زمان کی بود من خواست به چه مجوزی اینو پخش کردی؟ من پخش
مظلوم و افغانستان رو من بخش نکردم. من اینو تایم و پیش تهیه کردم، تحویل گروه دادم، اونو پخش کردم. من چه میدونم حالا چرا پخش کرده بودن؟ چون همون شبی که این پخش میکنن همون شب بودی که آقای رهبر فعلی که اون موقع رئیس جمهور بوده همراه چه کسی؟ آقای خلخالی رفته اونجا دست دوستی داده بودن با روسا. اینی که من گفتم، گفتم من اصلا هم دیگه پاکه، همه اینو بستر و از من بگذرن خلخالی که نمیگذره. در اصل با هزار زحمت ساعتی هم آقا جون من تقصیری ندارم. اول که باور نمیکردن تا اینکه بالاخره آقای ارجمند آقا اینو من کی به شما تحویل دادم؟ اصلا مجوز پخش رو ببینیم کی داده به این؟ خود آقای ارجمند این کاری کرده بود. بالاخره بقیه اینها جز یکی دوتاش پخش نشد و موند، یعنی هزینه بیهوده‌ای بود که تلویزیون انجام داد. یه برنامه بود که ما رفتیم، از من خواستم برم برنامه های آقای ارحام صدر رو در خود اصفهان ضبط کنم به صورت آرشیو می‌گردیم. ما برنشتیم رفتیم اونجا، پنج تا برنامه هاشو ضبط کردیم. بعد یکی از بچه های گروه اونجا من دید، گفت من یک کار کوچولوی کودکم دارم، میتونی اینو ببینی؟ باشو میبینیم. رفتم دیدم چی کار قشنگی ساخته، بچه همش هم بچه بوده. به بچه های فنی گفتم میتونین یه روز وقت بذاریم اینو ضبط کنیم. اونم روز ضبط ضبطش کردیم و اومدیم تهران. اولین کسی که مخالفت کرد با من آقای محمد نفیسی بود که اون موقع شده بود از اونم جانشین نمیدونم چرا تولید جانشین تولید بسید. حالا دوست من خود من بود این اصلا قبل از که بیا تلویزیون. به چه مجوزی این رفتی بدون برآوردم؟ اما آقا جان منم برای اینجا یه مسئولیت دارم، من تشخیص دادم این برنامه خوبه، نشون به اون نشونی این برنامه رفتش نشون داده شد تو مسابقات جایزه اول گرفت این برنامه. صداش کردم گفتم حالا بگو چی. این هم یکی از کارهایی بود که ما به اصطلاح غیر قانونی انجام دادیم. تواضع شما، این شخصیت شما که ناشی از اصالت خانوادگی شماست، اینو بهتون بگم، این باعث این است که جمشید مشایخی بی نظیر و بی مانند باشه. چوب به فقرا میزنه گروه. بنده وقتی تئاترم در اسم عظمت بود تکلیف شد به من که تو بیا تهرون. گفتم چرا؟ گفتن این تئاتر بیا تهرون که تهرون اینقدر علاقه مندن ببینن. گفتم آخه چرا، هر چیزی خوبه تو شهرسون رو پیدا میشه باید بره تهرون. بنده در این شهر به دنیا آمدم، تو این شهر با مردم زندگی کردم و تو این شهرم باید دار فانی را ودا بگویم، بنابراین من از اصفهان بیرون برو نیستم. گفتم خب اگر چنانچه تکلیف شد حکم زدن به شما که بیان تهران چی کار میکنی؟ گفتم بازم نمیام، استعفا میدم میرم بیرون، میرم یه شغلی دیگه انتخاب میکنم. و دستگاه هم گفتن که آقا تو بیا تهران، خودت شرطت چی چیه که بیایی؟ گفتم شرط من اینه که هر وقت دولت تونست منار جنبونو از کف قطع کنه ببرید لاله‌زار استانبول کار بذاره، بغلش هم بلنگو میگه دیم شبم تئاتر ارحام صدر اینجا برنامه اجرا و به این دلیل چون نمیتونید منار جنبونو ببرید ببرید منم نمیتونید ببرید. خلاصه گفتن پس تو هم جزء ابنیه تاریخی اصفهانی. گفتم شما اینطور تصور کنید، ما یه منار جنبون داریم، منم یه منار نجنبون. ماه پنهان است اولین برنامه بود که کار فوق العاده قشنگی بود. سه روز ضبطش در استودیو طول کشید، بازیکنان خیلی کار کشته یا دوش کار میکردن، بیشترشون هم مال کارگاهی نمایش بودن. علت اینکه سه روز کار طول کشید، کارگردان طراح دکور کسی رو آورده بود که طراح دکور خیلی خوبیه، ایرج رامینفر، خیلی دوستش دارم، ولی تلویزیون کار نکرده بود. اومده بود بدون اینکه به کارگردان بگه، یا کارگردان خودش اطلاعی آنچنانی از این نداشت، دکوری درست کرده بود که تمام سقف زده بود، تمام جلو نورا رو گرفته بود.
بنابراین نور نمیدونستیم بدیم. مجبور شدیم که یک روز تا زور هر کاری کردن نشد، از بغل خواستن نور بدن، از کنار نور بدن نشد. اینی که خراب کردن یه روز طول کشید، باز ساختنش باز شروع کردیم زد کردن. اونم باز مربوط شد به جنگ دوم جهانی و اتفاقاتی که در نروژ اون زمان میافتاد، بیشتر مسائل یهودی ها و نابودی اونها مطرح بود. هنگامی که به او فرمان بازگشت به سر کارش را دادند، امتناع کرد و وقتی فرمان را تکرار کردند، زندانی با کلنگی که در دست داشت به سروان لفت حمله کرد. سروان بنتیک مجبور به مداخله شد. بنشین الکسی، نگهبان لطفاً یک صندلی براش بذار. زندانی باید بیسته. بگذارید بنشینه، فقط خودمون میدونیم. شما تو گزارشتون بنویسین که ایستاده بوده. نباید در گزارش دروغ نوشت. بنشین الکسی. این برخلاف تمام مقررات نظامی است. بذارید بنشینه. سروان بنتیک مجبور به مداخله شد و در اثر ضربه‌ای که به سرش اصابت کرد، جمجمه‌اش شکست. گزارش طبیب زمینه پرونده گردیده است. مایلید خونده بشه؟ احتیاجی نیست. سعی کنید زودتر تمومش کنید. بله. عده‌ای از سربازان ما شاهد ماجرا بودند که اظهاراتشان زمینه پرونده گردیده است. این دادگاه نظامی زندانی را مجرم دانسته و او را به مرگ محکوم می‌کند. تو که منکر قتل سروان بنتیک نیستی، هستی؟ من فقط زدمش، نمیدونم مرد یا نه. خوبه الکسی، خوبه. من آدم عصبانی هستم. به من گفت که برم سر کار. من یه انسان آزادم. منم عصبانی شدم و زدمش، اما یه نفر دیگر رو زدم. اینو میخواستم بزنم. مهم نیست، مهم نیست کدوم یکی رو میخواستی بزنی. هر کس رو میزدی فرقی نمیکرد. از اینکه اونو زدی متاسفی؟ اگر متهم اظهار تأسف کنه برای پروندش خوبه. تأسف؟ نه، خیال نمی کنم که متاسف بشه. دادگاه تو رو مجرم میشناسه و محکوم به تیربارون میکنه فورا. مدرس، اینم یکی از اون برنامه‌های فورس ماژور تلویزیون بود. آقای نمیدونم مدیر کی بود، من خواست گفت یه برنامه برای نمیدونم چندمین سال تولد مدرس، یک ماه و ده روزم بیشتر فرصت نداری. گفتم متنش کجاست؟ گفت نداری. خب چقدر؟ نه قسمت هم بخواییم باشه. ای بابا، گفتم خب کارگردانش کیه؟ گفتم توکلی. اون میشناختم توکلی. کوشنگ توکلی. در صورت اومد و صحبت کرد و دیدم یه چیزی رو چهار پنج صفحه و من گفتم رفتم بالا گفتم دکور این 25 روز نمیکشه. طول میکشه ساختن این دکور. خیلی وسیعه. تا اینکه با منچر شمسایی که در آن نور بود و اینا از بغدادی من قدیمی های تلویزیون بود با اون صحبت کردیم که چیکار میشه کرد. گفت من یه پیشنهادی به تو میکنم. اگه بخواید دکور بزنید که حالا حالا نیست، بیاین تمام استودیوی 11 رو فقط نایلون بکشید. فرم میدیم بهش. گفتم و ابو شو. و ابو میگه شو ساخته. گفت نه. گفت من طوری نور میدم که هیچ کس نفهمه. تو همون استودیو 11 با این نایلونایی که خریدن و آویزون کردیم و فرم دادن و صندلی و میز و لباس و اینا جور شده اینا، متن رو همون روز همون صحنه که می‌خواستن بگیرن همون آن میداد دست اینا دیگه. اینا هم دیگه تقریبا یا حفظ میکردن یا فی‌البداهه میرفتن جلو میرفتن کار میکردن و نمایش آماده شد. این سریال آماده شد در یک ماه و ده روز. با اینکه حکومت رضاخان تمام تلاش و سعی خودش رو کرد
که چگونگی فوت مرحوم مدرس پنهان بمونه، اما علاقمندی مردم باعث شد که بالاخره این حادثه دلخراش برملا بشه. مردم میخواستن چگونگی ماجرا رو بدونن، بنابراین هر کسی به تناسب استعداد و ذوق خودش شروع به تحقیق کرد. حدود 6 سال از فوت مرحوم مدرس میگذره. بنا به تقاضای عده‌ای از مردم و فرزندان مدرس که خواهان تعقیب مسببین قتل اون مرحوم بودند، دادگاهی تشکیل شده که من ضمن معرفی متهمینی که در رأس اونها یکی از برجسته‌ترین مظاهر ستمکاری قرار داره، شما رو در جریان این دادگاه قرار میدم. رکن‌الدین مختاری، فرزند کریم، رئیس پیشین شهربانی کل کشور. منصور وقار، فرزند مصطفی، رئیس پیشین شهربانی خراسان. محمد کاظم جهانسوزی، فرزند مصطفی، رئیس پیشین شهربانی مشهد. محمود مصطفیان، فرزند محمد، رئیس پیشین شهربانی کاشمر. و حبیب الله خلج، فرزند عزیز الله، معروف به شمر و میرغضب، مأمور پیشین شهربانی مشهد. این مقامات متهمند که مرحوم سید حسن مدرس رو که از سال 1307 در رود و خافت به صورت تبعید به سر می برد، در شب 10 آذر 1316 در کاشمر به قتل رسوندند. بهتر ماجرا رو از زبان کسانی بشنویم که هر کدوم به نوعی در جریان واقعی این قضایا شرکت داشتند. اقدام به قتل این بار برخلاف دفعه قبل با استقبال گروه کارگردان های تلویزیون رو بود که اومدن و دیگه بردیم تو استودیو 12 و اونجا انجام شد و این هم با استقبال رو بود شد و گفتن باریکلا. بعد گفتش که من میخوام یه فیلم بسازم، هم بیایی تایی گونه داشته باشیم. گفتم ببین، من تا حالا کار فیلم نکردم، ممکنه اون وسط مشکل پیدا کنیم. زمان جنگ بود، هر آن نشسته بودیم یه موشک میبرد. متوقع هشتون بودیم، نشسته بودیم، دوستان اون ور نشسته بودم، پشت من پنجره بود. من یه دیدم یکی از دوستان گفت اوه خودش انداخته، این ما هم خودمون انداخته میدونیم واسه چی نمیدونیم. بعد دیدیم که تقریبا به قول معروف از یکی تیر کمون دستمون بود، ما میدونستیم خلبانه رو بزنیم. از زیر طبقه هشتم رد شد، یکم درست از اون بر در یک چنین موقعیتی حالا ما میخواهیم فیلم بسازیم. فیلم رو شروع کردیم به ساختن. اسمش رو؟ صفر عشق. و این ور اون ور بعد دیدیم که اینجا نمیشه. مجوز گرفتیم، اجازه میدین ما بریم ببینیم تو شهرستان ها کجا میشه این کاری کرد. مشهد مثلا اون موقع ارجمند مسئول اونجا بودن. ما رفتیم اونجا و اصلا احمد ارجمند اصلا اونو تحویل نگرفت. تحویل نگیم، گفتن باید بریم با مدیر توریدی صحبت کنیم. گفتم مدیر تورید کجاست؟ گفتن رفته دو
دوره ببینه. اون زمان بود که میرفتیم همه ما میرفتن دوره میدیدن برای جنگ و اینو آماده بشن. کجاست؟ مرز نزدیک اشخاباد. من گفتم بریم اینجا، هم مسئله ها رو که بلد نیستیم. یکی گفت پیدا شد از بچه های اونجا، گفت ما رو برد اونجا و گفت والا ما اینجا چیزی نداریم به شما در اختیارتون بذاریم. ما واسه چه امکاناتی میتونیم در اختیارتون بذاریم؟ فیلم بردار یا دوربین فیلم برداری؟ دیم نه هیچ کاری هم تو نمکنیم. یه مجبور شدیم برگردیم. موقع برگشتن من گفتم اینجا یه گروه تئاتر خیلی خوبی داره. بعد راجع به این گروه تئاتر شهرستان من خیلی میخوام صحبت کنم. گروه تئاتر خیلی خوبی. رفتیم اونجا، خب داروش ارجمند و برادرش خدا بیامرزش. دیدیمشون و بچه های دیگر هم دیدیم و اینا. یه گفت اینا رو میشناسی؟ گفتم داروش ارجمنده از بازیگر خوب اینجاست. گفت حالا نقش هم انتخاب کرده بود قبلا. گفت این واسه اون نقش میشی میخوای میتونه بیاد تهران؟ من کشتمش که را پرسیدم دارم میای تهران یه همچین نقش این رو گفت بخونم. خوندش رو برمیان اومد تهران و در هر صورت مجبور شدن تو تهران دیگه. بعد از یکی دو هفته جنگ تموم شد و ادامه دادیم کار رو آماده کردیم. اینم تنها کاری بود که من تهیه کنندش بودم ولی خودم ندیدم، به دلیل اینکه وقتی تموم شد دیگه تهیه کننده مرخصه. کردم من قرارداد و سفید امضا میکنم میدم، ولی سوال میکنم که کیا بازی میکنم؟ چه نقش هایی بازی میکنم؟ هیچ اظهار نظر خاصی هم نمیکنن که این درست میخوره به این نقش نمیخوره به این. سعی میکنن به اون، حتی ممکن اصلا در کل کار من هیچ ارتباطی با این فرد مورد نظر نداشته باشم. سعی میکنم با اون ارتباط برقرار کنم. ارتباط برقرار کنم یا اون من راضی میکنه یا من اون راضی میکنم. این هدف منم اینه که کل کار باید درست بشه، نه اینکه کار من. اگه کار من درست بشه ضعف اون کارگردانه، ضعف اون گروهه. یک کار در مجموع باید خوب باشه. این اتومبیلی که الان ما اینجا داریم می‌بینیم یک گروه داره این اتومبیل رو می‌سازه. وقتی که میاد بیرون نمیگن که چراغش کدوم ساخت، کی ساخته، چرخاش رو کی درست کرده، موتورش کار کیه. میگن اتومبیلش مثلا پراید اومده بیرون. حالا ضعفایی داره، یه محسناتی هم داره در هر صورت. اینو مشخص نمی‌کنن که کی عامل اون ضعف ها و کی عامل اون موفقیت های در اینه. اون صحنه تئاتر هم همینه. متاسفانه باید یه نقد سازنده باشه. اگه نقد درست و سازنده باشه مثل یک دانشکده میتونه کمک کنه هم به بیننده و هم به مجری.
بهمن سرکو بردم از گلیاس رو که شروع کرده بود داد به من گفت این کار کنیم و خوندم دم خوش آمد و دنبال بازیگری هشتیم به هر بازیگری که میریستیم یا اون قبول نمی کردیم من گفتم نه این درد این نمیخوام آخر سر مجبور شدیم دیم زمان داریم دست میدیم مجبور شدیم خودم نقشه یکی هر نقشه رو بازی کنیم که بازی کردیم اون زمان خودش خیلی گل کردیم عدر گلی هست زمین از نفس افتاده وقتی میشه بذر رو جایی پاشید که محصول بیشتری میده پاشیدنش روی زمین هدر دادن بذر زمانه در حال تغییره روی زمین واسدن یعنی در جا زدن یعنی پوسیدن و از هم پاشیدن زیاد طول نمیکشه که چشم باز میکنی میبینی همینجا توی همین زمین دارن دفنت میکنن خسته و بی‌حوصله شدین گاهی وقتا میشه زندگی رو از جوان یاد گرفت چند روز پیش داشتم فکر میکردم کار این کرما تو زمین چیه خوب که فکر کردم دیدم گول میخورن میچرخن و خاکا رو جابجا میکنن تا زمین نفس بکشه خب ضررم دارن ولی آخرش خوراک زمینه اگه قرار باشه آدم مقابل اینام دست و پاشو گم بکنه کارش زاره بعد یکی دو تا کار دیگه هم اون آوای فاخته داره که باز اونم بازی داستان خانوادگی بود و اختلافات خانوادگی و اینا نگران من نباش الان گذاشتم ولی نتونستم چایی رو پیدا کنم خب عیب نداره چاره چیه یه طوری سر میکنم خودتو ناراحت من نکن ببین من هرچی فکر میکنم میبینم بیشتر از همه خودم مقصر بودم گوشی رو بده بهش باهاش صحبت میکنم سلام سلام دختر قشنگ و خوبم میایی بمونی پیش بابا بزرگ ها؟ میخرم برات میخرم همه چی برات میخرم دختر